با سلام و درود فراوان خدمت بینندگان عزیز، ویلکام تو سبا شو با خانم شانتی مریم. شانتی مریم خوش اومدیم به منزل من. خیلی خیلی خوشحالم که این شب با ایتونم و میتونیم با هم صحبت کنیم. نیستین که با هم یه چایی هم بخوریم. دقیقا، به خصوص منزل حقیقی شما قلب شماست. قلب عاشق شما. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این برنامه از شهر ونکوور لایف زنده است. تمام هدف ما اینه که بتونیم با شما یک ارتباط خوب عاشقانه برقرار بکنیم و ببینیم خانم مریم فقیه نیا یا شانتی از کدوم جاده ها با عشق از عشق سفر کرده و چه سوغاتی برای شماها داره. بگو سوغاتی تو. باشه حتما. دوست داری سبا جان اول یه توضیح بدم که بدونن چرا به من میگی شانتی؟ بله چرا نه؟ توی سفرها و برنامه ها، چون یکی از کالچر قشنگمون، یکی از برنامه های قشنگمون اینه که معمولا به افرادی که تجربه دارن و آموزش میدن لقب استاد میدن. برای اینکه هیچ وقت من این لقب رو خودم دوست نداشتم که بگیرمش و بپذیرم، احساس میکنم برای بودن و استفاده از این لقب استاد باید خیلی واقعا قبول کنی که استادی و ما در هر مرحله در حال یاد گرفتنی. من خودم رو که همیشه شاگرد احساس میکنم و همیشه در حال آموختن. شاگرد کی کجا شاگرد چی؟ ببین شاگردم استاد من همه هستند. گاهی وقتا یه کوله، گاهی وقتا شما الان خانما و آقایانی که اون ورن دارن از من سوال میکنن. طبیعت، اساتید واقعی که دارم، همه مردم، همه دنیا، بچه های خودم، بچه های واقعی، بچه های دیگه، همه میتونم استادم باشن چون من همه جا یاد گرفتنم. چقدر عالی. روی این اصل که از همه خواهش کردم که لطفاً لقب استاد رو حذف کنیم، به جای اون کلمه استفاده کنیم که واقعا مینینگفوله و به رهبرای مثلا عشق و معلمین تو هند میگن یا شانتی که بانو و زن هستن یا دوی. من شانتی رو انتخاب کردم به معنای پیس و سوس که آره به جای مریم خانم، مریم جان، هر کسی بگه شانتی، یک بار ما از قدرت اسم استفاده میکنیم و پیس و آرامش رو برای خودمون و دیگران طلب میکنیم. اینو از این جهت ضرورت داشتم که اول برنامه مشخص کنیم که خیلی ممکن سوال بشه چرا شانتی. چقدر خوب. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، یک لاو از محسن انرژی دریافت کردی. من و محسن با هم دیگه برنامه هایی داریم تحت همین عنوان سباشو با محسن. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، ما در رابطه با برنامه ویدیوی کوتاهی که با شما داشتیم توی استار باکس قرار شد خانم شانتی مریم با شما در رابطه با دیدگاه تازه و نو و یا اون پنجره نگاهی که در رابطه با عشق داره با شما صحبت کنه، برای اینکه یک نگاه تازه تری به دنیای عشق و یا دریای عشق دارید شما. درست میگم من؟ دقیقا. شاید به این خاطر پیش اومد سبا. خیلی ممنونم که این فرصت رو دادی که من بتونم صحبت کنم. واقعا وظیفه خودم میدونستم، چون الان کامرا دست همه است و مخصوصا توی ایران ویدیو زیاد میگیرن، معلمین صحبت میکنن یا حداقل به این عنوان و شیر میکنن داستانهایی از قبال عشق و فکر کنم بعد از این همه سال که نوعهای مختلف و چرا من میام اینجا میشنم و از عشق صحبت میکنم، به دو دلیل. یکی اینکه کار من کانسلینگه و اینقدر داستانهای عاشقانه شنیدم و اینقدر سوال ازم پرسیدن که همیشه دوست داشتم جواب درستی بدم که شاید بتونیم از این رنج و به قول اونها مشکلاتی که تو عشق داشتن کم کنم. این شد که شروع کردم به سفر و جویا شدن و تمرین عاشقی و اصلا میرم داستان چیه و با دست پر برگردم و جواب بدم. امروز که اینجا هستم به این خاطره که هم خودم عشق و سبا از تو لیولا و سطح های مختلف خیلی تجربه کردم و عشق داستان خیلی پیچیده در این حال خیلی ساده داره. میتونیم با هم صحبت کنیم و خیلی خوشحال میشم از اون بر شرکت کنین، سوالاتتون رو بپرسین، دیدگاه های خودتون هم به من بگین و من تا جایی که امشب بشه امشب صحبت میکنیم، اگه نشه تو برنامه های دیگه که به عشقا رو بتونیم از لیرهای مختلف نگاه کنیم و واقعا هدفم اینه که کمک کنم تو همه عاشقی ها لذت ببرین و بیان یه جور دیگه به عشق نگاه کنیم. چجوری؟ آره ببین چجوری نگاه میشه؟ الان نگاه میکنن عشق رو به عنوان یه چیزی که میرن خیلی راحت از این واژه استفاده میشه، عاشقتم. اگر که امروز بخوایم فقط بذاریم روی سابجکت روابط دو نفره،
یه نوع این عشقه، یه نوع عشق هم عارفاست. ما الان با دو نوع عشق خیلی خیلی زیاد داریم. عشق طبیعی هست. اول بیا یه چیز رو بگم. دیدگاه خودمو. آها، من اتفاقا الان دنبال دیدگاه تو هستم تو این دو تا عشق. اون عشق اول که مشخصه یه آقای یه خانمی عاشق همدیگه میشن و یا آقا عاشق یه سازش میشه، کارش درسته. میشه. این یه نوع عشق یه بودیه. عشق نوع دوم یه عشق چند بودیه که از عارفا اینا. بعضی من فکر میکنم شما تو این زمینم یه نگاه تازه تر دارید. درست میگم؟ حالا اون نگاه رو شما با بینندگان عزیزمون در میون بگذار که چرا نگاهت فرق میکنه به عشق؟ ببین، عشق از دیدگاه خود من، دیدگاه تجربه‌ای که به دست آوردم، عشق یعنی خدا. حالا اینو همه میگن عشق یعنی خدا، ولی من میخوام بگم وقتی شما اینو میگین بیاین اینو باهاش زندگی کنیم چطوری میشه. وقتی من میگم عشق یعنی God is love, love is God, my essence is love, my healing is based on love، یعنی چی سبا؟ یعنی اینکه خداوند هر چیزی که در این هستی شما نگاه کنین با هارمونی، با نظم، زیبایی، رنگ، این میشه عشق و اون خداست. و خلقت ما ببین چقدر زیباست، چقدر کامله، چقدر با رنگه. اینا رو اونا هم میگن، اونا رو اینا هم میگن. من به دنبال این هستم که چه تفاوتی زاویه نگاه عاشقانه تو با کسای دیگه داره. چون تو اون برنامه که قبلا داشتیم گفتی آره من نگاه عشق دیده من شکست نداره، چون خداست. عشق خالقه، عشق خلق میکنه. اینی که میگم یه جور دیگه نگاه کنیم، به خاطر اینکه میان عاشق میشن و بعد میان پیشم میگن شانتی قلبم شکست، منو رها کرد، نمیدونم من شکست خوردم. یا بیایم اصلا واژه ها رو یه دور دیگه با هم مرور کنیم. مرور کنیم الان. بگو مرور کن الان، بگو همین الان. در این چیزا رو اصلا قبول ندارم. مثلا که اومدم اصلا چی رو قبول نداری بگو. اول شاید مثل خیلی از آدما همین جور بود برام، که در دوست داشتن بالا پایینی بود، فراز و نشیب بود، شادی بود، غم بود. ولی بعد فهمیدم این عشق ناکامله. عشقی که کامل باشه، عشقی که واقعا عشق باشه، مثل خدا میشی تو. خدا نه بالا میاد نه پایین، همیشه دوست داره بنده هاشو، حالا یا بیشتر، ولی دوست داشتن وجود داره. یا رحمان یا رحیم، ولی هست، ولی وجود داره، ولی عاشقه. یا عاشق نمیتونه بلند شه بگه دیگه دوست ندارم. یک عاشق فردی که خودش مسئول عشقش خودشو میدونه. من هیچ وقت نشد به کسی بگم دوستت دارم و 6 ماه بعد اگه اون منو دوست نداشت بگم من دیگه دوستت ندارم. تو عاشقی، تو مسئول عشق خودتی. وقتی دوست داری همیشه دوست داری. دوستاشن تغییر نمیکنه، دوستاشن ثابته. خب و باید بمونه. و این داستانی که یه نفر دوستم نداره، بیاین اینو با هم صحبت کنیم، بیاین اینو درستش کنیم، بیاین رابطه هامونو درست کنیم. رابطه ها باید پایدار باشه. حالا دو نفر میخوان با هم هم نباشن، ولی عشق ماندگاری میمونه. بیایید بعد بیمیدارم میگم نکنید. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این برنامه الان با برنامه های دیگه خیلی فرق میکنه. شانتی مهمون نیست، شانتی صاحب خونه است، صاحب شوه و با شما داره از این زاویه حرف میزنه. آره صحبت میکنه. بله. و شما اینکه میگی بیایید، شما بیا دیگه، اومدی. الان بگو تفاوتی که عشق تو با عشق کسی دیگه داره. الان یه مقدار توضیح دادی. عشق من ثابته. آره آره. عشق من خب ثابته، تغییر نمیکنه، عمقش زیاده، به مسافت، به جنسیت وجود نداره. وقتی میگم هست یعنی هست، یعنی همه رو دوست دارم. حتی اونایی که الان اونورن و نمیبینن، اگر رها کنم و بیان تو خانه قلبشون، میتونم از اینجا براشون عشق بفرستم، باهاشون کانکت بشم. در ضمن دوستان عزیز و بینندگان گرامی، شانتی یک قدرتی داره، یک قدرت انرژی داره که میتونه از راه دور با شما ارتباط برقرار بکنه و این ارتباط بر اساس همین وایبریشنی که توی ذرات وجود داره و چون شانتی بهش اعتقاد داره، میتونه این ارتباط رو با شماها برقرار بکنه. یکی از معرفی های ما توی این برنامه در رابطه با شانتی اینه که شما از اینجا هم به شانتی نگاه بکنید که این قدرت رو داره و این قدرت رو ارزونم به دست نیاورده، سادم به دست نیاورده. بسیار سفر باید تا صوفی شود صافی، تا چی؟ بخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. شانتی از شراب عشق نوشیده با تمام وجودش، با این پاهاش خیلی جاها رو رفته اومده. به قولی آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. خیلی 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 زیاد مرسی که نشاده کردی سبا. خیلی زیاد، خیلی عاشقی کردم تو یاد بگم. مثلا عاشق هم مثل بقیه چیزا رسم و رسوم داره، ولی ما رسم و رسومش یاد نمیگیم، آداب داره عاشقی. بیاین آداب عاشقی رو یاد بگیریم.
احساس سوختن به تماشا نمی شود. درسته. شما باید آتیش بگیرید مثل شانتی توی زندگی خودتون، یه مسیر رو برید تا به اینجا برسید و بیاید جلوی این دوربین نیستی، نزدیک بین الان با شما احساس نزدیکی میکنه. درست میگم؟ درسته. و برای شما پیام داره، پیام شانتی، پیام صلح، پیام عشقه، پیام عشقه. آره، بیاین همدیگر رو دوست داشته باشین، منتظر نباشین یکی عاشقتون بشه تا عاشقی رو شروع کنین، از همین الان عاشقی رو شروع کنین. و ما اومدیم عاشقی رو تمرین کنیم، زندگی کنیم، زندگی کنیم. بله، الان رفت، از صبح که پامیشیم بگو. آره، از صبح که پامیشیم میتونیم با عشق زندگی کنیم. این یکی از فلسفه‌های من، اصلا لازم نیست، ما نیازی نداریم برای تمرین عاشقی حتما یک سابجکت، یک فردی از بیرون باشه. که آدم عاشق ویژگی هایی داره، عشق خودش آدابی داره. اگه دوست داری بشیم راجع به اینا صحبت. دوستان از بعد بینندگان گرامی، خیلی آدم ها هستن از مغزشون استفاده میکنن برای حرف زدن، صحبت کردن، کلمه ها رو سعی میکنن بیارن بیرون با اون کلمه ها حرف بزنن، ولی شانتی نظرش اینه که نه، ما لازم نیست با کلمه ها حرف بزنیم. وقتی ما با دل اون حرف بزنیم، صدای دل، حرف دل، الفبای دل، خودش دل حرف میزنه و کلمه ها رو دل به دست خودش میگیره. و ما حالا اومدیم نشستیم اینجا و داریم با دلمون با دلهای شما حرف میزنیم. اساسی ترین حرفی که شانتی جان برای دل آدمایی که دارن ما رو نگاه میکنن، عاشق، عاشق باشن و عاشق برن، عاشق باشن، عاشقانه زندگی کنن و بیان یاد بگن اصول عاشقی رو. ببین ما از وقتی به دنیا میایم، پدر و مادر همه چی رو به ما یاد میدن، چطور راه برو، چطور بشین، چطور غذا بخور، ولی من ندیدم نه در هیچ مدرسه ای، نه در هیچ دانشگاهی اصول عاشقی رو یاد بدن. یک عاشق برای یک انسان، برای این عشقای بزرگ باید خودش هم آماده کنه. هر چقدر ظرفیتت بزرگتر باشه، عشقی که دریافت میکنی بزرگتره. از این مکان عشق ما میگیم توی قلبه، ولی همین قلب ما میتونه متقلب باشه، میتونه احساسات رو اشتباه برداشت کنه. چقدر خوبه که ما شروع کنیم رو قلبامون کار کنیم، که همه چی رو زیبا ببینیم. یه چیزی که تو این جامعه هست یا خیلی ما میبینیم، عشق رو خیلی قشنگ توصیف میکنن و میگن، اما میبینی رو همش نازیبایی رو میبینن، ناشکری میکنن، عیبهای دیگران رو بیان میکنن. این نمیشه، این نمیشه. آدم عاشق آدمی که فقط زیبایی میبینه. عاشق یه قسمتی، من میگم عشق خداست، عاشق هم خداست. عاشق وقتی خداست، خدا عاشقه، هیچ وقت غیر زیبایی نمیبینه. یا عاشق زیباست، یا عاشق زیبا حرف میزنه، زیبا میبینه، عاشق رنگ، عاشق موسیقی. من وقتی میرم بیرون میبینم صدای موسیقی میاد، آدما به سختی اصلا نمیتونن بدنشون رو حرکت بدن، ولی اگر تکس میشه، تکسای قشنگ و جملات مثبت واسه هم میفرستن، منش فکر میکنم چطور میتونی تو این جملات قشنگو بفرستی نسبت به این بارون، طبیعت، موسیقی اینقدر سفت و سالید وایسی. یه لحظه فکر کنیم، میخوام الان همه اونایی که اونجا چشاشونو ببندن با خودتون آنست باشین، ببین بریم الان تو قلبمون واقعا ببین چقدر عاشقیم، یا فقط چقدر ادعای عشق میکنیم، چقدر ادعای پازیتیو اندیشی و خوش اندیشی داریم، ولی چقدر میتونیم عاشقی کنیم. حتی برای چایی، ببین من برای سبا میخواستم حتی چای بیام، فکر کردم یه چیزی هم که کار دست باشه، رنگی باشه، دستمون بگیریم قشنگ باشه. عاشقی به همین سادگیه، حتی برای با یه استکان چای، حتی برای نشستن، نمیخواد خیلی پیچیدش کنیم. بیاییم با هم تمرین کنیم عاشق باشیم. از بیرون میریم با یه لبخند، با یه آرایش، با یه رنگ عشقمونو بدیم به دیگری. عاشقی همینقدر ساده است، ولی نگهداریش یه کمی سخته. دوستان از بعد بینندگان گرامی، این برنامه سباشو نیست، شانتیشو هست. چرا داشتم میمدن به شانتی زنگ زدم، به مریم زنگ زدم و گفتم این زاویه نگاه خودتو به این دوربین، به این آدم ها عوض کن. تو الان خودت هستی؟ بله. و داری با آدم ها صحبت میکنی، منتظر سوالای داغ من نباش. و باش، یه سوال خیلی داغ از شانتی دارم، این سوالو میکنم. من نمیدونم بخونم، چی مینویسی؟ من همه تو براتون میخونم. یه زمانی رو میذاریم ما همین الان هر چند دقیقه یک بار تمام کامنت ها رو ما میخونیم و بهشون جواب میدیم، برای اینکه بیننده ما خیلی مهمه. این خیلی خیلی زیاد، من مونولوگ رو دوست ندارم، دیالوگ باید باشه، با هم در ارتباط باشیم، با هم صحبت کنیم. من اون چیزی که میگم، چه حالا توی این برنامه و این شو، چه تو کلاسام، چه تو مشاوره هام، هر جا که منو ببینید، حرفی که میزنم تا آخر رو حرفم هستم و خیلی خیلی کمه یا اصلا نمیشه من به حرف یا داستانای دیگران
استناد کنم، همیشه میگم تا خودم زنده ام و اینقدر حرف برای گفتن دارم، گاهی وقتا میگم سبا من شهرزاد قصه گوام 365 شبم کنارم، بیاین برنامه بزنین، داستان دارم از عشقای متعدد، از سفرهای مختلف، از بالا پایینی ها، از ترو استوری، زنیم ترو استوری اینه که میام میگم برای اینکه واقعیت داره. در انتهای شدنه، در انتهای همه حرف های تو چیه؟ میشه مال خود منه. در انتهای همه بافته های تو چیه؟ در انتهای همه یافته های تو چیه؟ جواب این شعر خودم دوباره میدم، در انتهای همه حرف های تو منم، در انتهای همه بافته های تو منم، من پاهای تو هم بیا، من گام های تو هم برو. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، شناختی که من از شانتی دارم، شانتی فقط اهل حرف زدن صحبت کردن نیستش، میخواد عملم بکنه. الان میخواد دوباره عمل کنه. آره، دوستان عزیز و بینندگان گرامی، سوال اول شانتی جان، هدف ما از این برنامه ها دقیقاً چیه؟ ما میخواییم چه کار بکنیم؟ کجا میخواییم بریم؟ برنامه های من اینه که یه مقدار خیلی خیلی زیاد بیاین چالش کنین، بیاین با من صحبت کنین، یه سری برنامه‌های آموزشی بذارم، تجربه‌ام در اختیار دیگران بذارم، اونایی که واقعا آماده‌ان که خوشبختی رو تجربه کنن forever، نه اینکه خیلی وقتونم برای یه ذره آرامش باید سیگار بکشن، مشروب بخورن، کار عجیب غریب انجام بدن. بیان، دنیا خیلی ساده‌تر از اینه اگر که ما اصولش رو بدونیم. خیلی خیلی راحته، خوشبختی خیلی راحته، آرامش خیلی راحته، عشق ریشه و اساس هستی ماست. بیاین راجع به این صحبت کنین، بیاین یاد بگیرین، بیاین بپرسین چطوری میشه یه رابطه خیلی سالم و قشنگ رو ایجاد کرد. دیگه الان خیلی خیلی اینها رو راحت میشه آموزش داد، میشه به مردم این آگاهی رو داد. یک، ما هدفمون اینه که سنتر بزنیم. آمین. درسته. الان داریم ببین، ولی میخوایم در حد وسیع‌تر بکنیم. معمولا همین خونه که شما اومدی برنامه‌ریزی، مثلا یه تمپل که 15 سال مردم میان برای دعا، برای چنتینگ، برای مدیتیشن، اما بنا به درخواست خودشون که معمولا از شهر کشور، حتی از سیاتل، از امریکا، از اروپا میخواستن بیان اینجا، ولی جا نداشتیم که شب بمونن، یا مراکز مختلفی رو من دارم بتونیم همه رو زیر سقف داشته باشیم، خاص خودتون بود. چه خوبه که توی سنتر داشته باشی، ما بتونیم بیایم دور هم باشیم و بتونیم از تمام مزایای استفاده کنیم، هم از چنتینگ، هم از هیلینگ، هم از انرژی، هم از کلاسا، و بتونیم مثلا بمونیم. آره انشالله اینا همه به کمک همدیگه درست میشه. دو، دوستان عزیز و بینندگان گرامی، سوال دوم، دقیقاً ما برنامه همون داره چجوری میره جلو؟ ما قصد داریم هر هفته یک بار یا هر دو هفته یک بار یه برنامه داشته باشیم که در رابطه با سرویس ها و کارا و یا عشق ورزی هایی که شانتی داره خدمت کنیم. آره، خدماتی که اینجا فراهم شده برای شما ها دامدیم، بعدا بیشتر توضیح میدیم. بله. اینا فقط وسیله نیستش، اینا یه سری وسیله های درمان روح. بله. و جسم. بله، فیزیکای، اموشنالی، منتالی، میتونین هم از لحاظ روحی تقویت بشین، هم از لحاظ جسمی، هم تو کلاس ها شرکت کنین و مراکز آموزشی و تایتل آموزشی رو استفاده کنین. بیس کار من بر اساس همین عشق، یعنی حتی چاکرا درمانی، چاکرا تراپی، بله، حتی اون انرژی هیلینگ هم که استفاده میشه، به نظر من کسی که کمر درد داره بار مسئولیت زیادی رو برداشته و این یک جای lack of love داره یا self love، اینو هم به خودش آموزش میدم، هم از عشقی که تو وجودم بر تک تکتون هست استفاده، چون عشق خالصه، عشق خداست هیچ. ولی این سخته، نمیتونه هر کسی ادعا کنه که من میتونم با عشق شما رو درمان کنم یا بهت آموزش بدم، مگر اینکه یاد بگیره خودی نباشه، چون زمانی که هیلینگ شروع میشه دیگه مریمی وجود نداره، یه کاندو انرژی و هیچ چیزی نیست که نه قضاوتی باشه و نه منی. اینم پارت اون آموزشمون هست که چرا و به چه کسی شما میتونین بگین هیلینگ. میتونم یه ذره برم بیرون از این مفهوم. چرا نمیتونی بری بیرون؟ آره، به خاطر اینکه توی کالچر ما، تو فرهنگ ما، کاری که من انجام میدم خیلی جدیده و نوعه. من تو این 15 سال و 20 سال، چون درسم هم اینجا با کامیونیتی بیشتر کانادایی، آمریکایی و غیره بوده، یکم ناشناخته است. میخوام یکم واژه ها رو اینجا آموزش بدم که من اسپریچوالم، یعنی با اسپریت شما کار دارم، با سولتون کار دارم. برام جنسیت، مرد و زن بودن، کدوم کشور هستین و چه زبانی صحبت میکنین اصلا فرقی نداره، همه تون رو دوست دارم و میتونم با اون سول و اسپریتتون صحبت کنم. اینم بر اساس تکنیک ها که ساینس غرب و صوفیزم شرق هست میتونم کمک بدم.
ولی اینجا اشتباه میشه. وقتی میگی اسپریتیزم میان تو حالت شما رو هم میبینین، شما کفینی هم میکنین، تاروت هم میگیرین. نه من اون کارا رو نمیکنم، اینا فرق داره. بله، حالا به میزانی که من شما این برنامه رو ادامه بدیم بریم و جلو، سوالها، این توهمات، همه فکر کنم اشتباه ها همه روشن میشه. مهم اینه که ما توی جامعه وایسیم و حرفمون رو بزنیم و صحبت کنیم، برگردیم سر عشق دوباره، یک کلام زنده باشیم، درسته؟ خب بذارید پیام رو بخونم، اجازه میدید؟ بله خواهش. من از اول شروع میکنم. پیامی که بر ما فرستادن خانم ایشامش نوشته هلو، بعدم گفتن که so happy to be here. ممنونم، قربان شما. و محسن گفته هارمونی های کوچک میشه به هارمونی های بزرگ رسید. از هارمونی های کوچک میشه به هارمونی بزرگ رسید. تجربه کردن مراحل مختلف مثل شما سیب میشه که نزدیکتر به اون هارمونی بزرگ شد. پس سبب میشه که به هارمونی بزرگ سبب میشه. آره سیب من خوب کنم. پس با هر سطحی از آگاهی پرداختن به عشق خوبه، ولی خیلی. به این شرط که در مسیر یادگیری مستمر باشیم. بله. بیتا فیروزان گفته You have always helped me with things in a refreshing and سخت از اینجا. آره یه ذره. به هر صورت دست گلتون درد نکنه. ممنون که پیام گذاشتید. I am blessed to be in this life as her daughter. بله، دختر شانتی. بله. مریم. بله. خوبه که عشق رو با همین پرکتیس کنیم، دیگه تمرین کنیم. یعنی تنها معلمون نیستش که به دیگران درس بده. اون وقتی صحبت میشه باید بهترین نمادها بچه‌ها هستن که ببینن آیا فقط گفتمانه، فقط میگی یا عملم داری. بله، میگه من خیلی خوشحالم و من افتخار میکنم که مادرم هستن و she is true inspiration. بله، and a pure definition of love, beautiful. Purely and power, exactly the power of love. خانم اشرت امیری که سلام تکنم. اشرت جان، خیلی خوشحالم که هستین، انشالله سفر بهت خوش گذشته باشه عزیزم. بله، سلام آقای سبا و مریم جون نازنین، شب شما بخیر، درود بر شما دو عزیز، خوشحالم از دیدن شما. ما حس میکنیم شما رو، خوشحالیم از دیدن شما. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، اصلا علتی که شما شروع کردید این برنامه ها رو به سکر ویدیو ادامه بدید با دوستان عزیزمون و از امروز رسماً شما شانتی شو هستید چیه؟ در ارتباط با سوالایی که ازم میشه در مورد عشق، خیلی اذیت میشدم واقعا. دوست داشتم بیام اینجا با هم صحبت کنیم راجع به اون سوالا، مخصوصا در ارتباط با روابط حالا دختر و پسر، زن و شوهر، بین اینها رو به یه صلح و تفاهمی برسونیم و این واژه ها رو بریم دوباره نگاه کنیم. و هر وقت من صحبت میکردم راجع به گفتن چقدر جالب، نمیدونستیم، خوب بود که شما برامون توضیح میدادیم. گفتم از وجود شما استفاده کنم، این توضیحات جدید رو اینجا اعلام کنم، شاید یه نفرم امروز باعث بشه دوباره به این واژه ها برگرده و تصحیح کنیم. خیلی چیزا از مادران ما سینه به سینه بهمون رسیده، خیلی چیزا از فرهنگ رسیده، خیلی چیزا از تو کتابا برداشتیم، ولی دلیل نداره که همیشه به نظر من با اونا زندگی کنیم. یه سوال جنجال برانگیز دارم. توی شهرمون خیلی‌ها دارن در رابطه با عشق و مولوی و اینا کار میکنن، حرف میزنن، برنامه دارن. ایراد نده که من خیلی راحت حرف میزنم. خیلی هم خوبه. نه نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله، شما فکر میکنید عشقی که شما ازش حرف میزنید و اومدید جلوی دوربین دارید از این طریق با مردم در تماس هستید، چه فرقی با اون سخن عشقی که اونا ازش حرف میزنن داره؟ اصلا چه فرق، دقیقاً فرقشو بگو. خیلی فرق داره. خب. یکی میگه میگن مولانا، یکی میگه میگن شمس، یکی میگه میگن عاشق اینجوریه، ولی یکی خودشه، یکی عشق. من خودمون عشقه شدم، من خودمون مولانا شدم. بر همین نمیتونم به اون حرفا گوش کنم. من الانم نمیتونم دارده میشم، چون دقیقاً همون میاد، اون احساس میاد و اون دوران میاد. من امشب برای اون یکی فاز عشقه اومدم، برای اون یکی عشقه، ولی این عشقی که از شمس و مولاناست، آره باید مولانا بشی، باید شمس تو پیدا کنی، باید اون بدنامه مولانا رو بکشی، باید اون سختی های مولانا رو برات بذارن. و من به عنوان یک
خانم جوانی که توی شهر مذهبی بود و همیشه سیک میکرد و دنبال یک معلم و یه صوفی مستر بود، وقتی رسید بهش، خب قاعدتاً چون از یه خانواده علمی تحصیل کرده ای که اصلا مخالف این داستان ها هستن، خب دقیقاً اون مراحل براش پیش میاد. واسه اینه که من کلام نیستم، خودشم. چقدر جالب. یه سوال دارم. مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دقیقا. یه سوال خیلی داغ دارم، باید جواب بدی اگه دلم بخواد. اگه دلت خواست. ببین مولوی یکی از چیزای شماست دیگه. بله. با عنوان چی قبولش دارید مولوی رو؟ نماد عشق و سرسپردگی. حالا مولوی خودش میگه مرده بودم زنده شدم، دولت عشق یعنی شمس آمد و من دولت پاینده شدم. همه دوستان اون اصطلاح دارن قبل از اینکه شمس بیاد توی زندگی مولوی، مولوی آدمی دیگه ای بود. وقتی شمس اومد خیلی تغییر کرد و با عشق آشنا شد و بنیاد عشق. ولی یه سوال دارم از خانم شانتی و خود مولوی. سوالم اینه که چرا به دنبال عشقش نرفت؟ اولی چرا این سوال یه سوال خیلی اساسیه. شمس به شمس میگه شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، اکنون که فکندی تو صد فتنه فتانه. اندیشه های شمس و مولوی با هم دیگه توی زمینه‌ای با هم دیگه خیلی فرق میکردن و مردم فکر میکردن که شمس داره مولوی رو گمراه میکنه. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، نمیخوام به اختلافات بپردازم، میخوام به این مسئله بپردازم که همه ما باهاش درگیریم و اونی که به دنبال عشقمون نمیریم. من اعتقاد دارم که مولوی به دنبال عشقش شمس نرفت. چرا نرفت؟ نرفت دیگه. چرا نرفت؟ وقتی شمسش از شهر میرفت بیرون کارش تموم شده بود. ببین همین میگم، نمادهای سمبولیکای زمینی رو نمیشه استفاده کنی. من اشتباه میکنم. خب پس چقدر خوب که من اشتباه میکنم. بگو. نمیدونم، تجربه من نبود. شمس منو روشن کرد. چراغ رو روشن کرد تو قلبم. شمس شما کی بود؟ شمس من اجازه ندارم اسمشو ببرم به خاطر مسائل امنیتی. سمبولیک میگی؟ نه نه، سمبولیک نبود. فیزیک واقعی داشت، 8 ماه شاگردش بودم و خیلی خیلی من از حالا اینا الان اینجا فکر نمی‌کردم باید راجبش صحبت بشه، ولی شد. آره چون چرا شد؟ بخاطر اینکه من اون عشق دیگه بود. این خیلی زمان میخواد اینو از خدام صحبت کنم، چون عاشقی از اینجا شروع شد. یه به شما گفتم یه چپتر بزرگ زندگی من مربوط به این فصل عشقه که این اصلا قابل قیاس نیست و چقدر جنجال برانگیز بود، چون خودم میگفتم اونقدر دوستت دارم که از پدر بیشتره، اونقدر دوستت دارم که مثل پدری اما از پدر بیشتره، اونقدر دوستت دارم که نمیتونم اسم براش بذارم ولی میدونم که خیلی و تو وجودم جا نمیشد. و اون عشق اصلا یه چیز آسمانی و متفاوت. و مریم رو به دنیا آورد. روزی که پدرم ازم پرسید چرا اینقدر این پیرمرد رو دوست داری، من پدرتم، تنها تونستم اینو بگم شما رو دوست دارم خیلی خیلی زیاد، چون منو تو این دنیای خاکی به دنیا آورد. دقیقاً. اما اونو دوست دارم بی‌نهایت، چون منو به هستی آورد و تا امروز با من زندگی میکنه، همیشه هم با من هست. برای این میگم که عشق نمیمیره، چون با عشق اون بیدار میشم. و امروز که شما اینجا، این حاصل اونی که میخواست صداش و کلامش و پیامش بره، چون به من گفت برو چراغ رو روشن کن بابا، و من همیشه دنبال میرم که چراغ رو براش روشن کنم و اون راهی که اومدم رو به بقیه بگم. وای نستین، چون اون روز به من همه معنی کردن. این اگر راه خوبی بود، اگر صوفی زن داشتیم، اگر میشد قبل از تو میشد، مگر رابعه زن، مگه برای این قرن میخواییم، و خیلی حرفای دیگه و خیلی حرفا. اما عشق خداست، عشق هدایت میکنه، عشق جاودان است. و فکر میکنم امروز الان شاگرده مگه آن بشن به شما میگن که با همون عشق من حرکت کردم، شاگرد تربیت کردم و آموختم و یاد گرفتم که دل ندم، فقط سرم بدم، یعنی سرسپرده کلام باشم، نه کلامای حچف و بیهودهی که فقط زده میشه، نه به مرد واقعی. همون جمله من که چون که صدایت نبد هم پیش ماست. الان اگه معلم یا مستر نباشم، مستر شناس، معلم شناس، مرد خدا شناس دیگه شدم. میدونم اینو میتونم بکلم، باور کنم، میتونم کلم کنم که دیگه اینو میتونم بگم. چقدر خوب. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من هنوز سوال داغمو از مونده؟ آره یه سوال خیلی داغ دارم. خب بفرمایید. همین الان سوال داغمو شروع میکنم. Can you talk a little bit? What many of us are looking for? درود بر شما نازنین. بله.
ایشون کی هستن؟ بیتا 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 جان میشه فارسی بنویسی چیه؟ فارسی بنویسی که شما راحت بگید. آره آره آره. خب ببین سوال داغ من اینه، من قبل که سوال داغم از شانتی عزیز بکنم بیام جلو که نه بیا بیا آره. ببین سوال داغم از شانتی بکنم، باور خودم رو در رابطه با شانتی میگم، بعد از اون باور حسی که به شانتی دارم سوالمو میکنم. من اعتقاد دارم برای من شانتی الان از مولوی خیلی بالاتره، این اعتقاد منه. من حق دارم اینجوری فکر کنم. شما آره کسی نه من حق دارم اینجوری فکر کنم. آره و علتش هم میگم و سوال داغی هم که از شانتی دارم اینه، مولوی خب من زندگی مولوی رو اون جای حساسش رو خوندم، یعنی مولوی به شکلهای مختلف میره داستانی رو میپردازه، میگه، صحبت میکنه، حرف میزنه، ولی هیچ وقت از بارگاه خودش، از جایگاه خودش تکون نمیخوره. من به زندگی خصوصی مولوی کاری ندارم، ولی خب مولوی تو اون بارگاه خودش دوتا زن داشته، یعنی زن دومش و یه خانمی، شوهرشون میمیرن با دوتا دختر میان و یکی از اون دختره هم که سنش خیلی پایین بوده میده به شمس تبریزی 60 ساله. کارم کاری بازم به این حرفا ندارم، اصلا نمیخوام بپردازم، اصلا مهم نیستش. ولی من میبینم الان شانتی با این عشقی که داره، با این حسی که به خدا داره که میگه خدا عشقه و عشق خداست و شما وقتی عاشق میشید خدا میشید و وقتی خدا میشید خالق میشید، میتونید بیافرینید. من اینو اصلا حفظم نکردم. آفرین، دقیقاً همینه. آره. و الان شانتی اومده تو جامعه انسان‌ها قرار گرفته. میره با آدما قدم میزنه. از کنار آدما رد میشه. به قول خودش یه موقع درد یه آدم رو تو وجود خودش احساس میکنه. ولی مولوی تا اونجا که من اطلاع دارم یه دیوان کتاب نوشته. بیشتر به شکل‌های مختلف یه سری حرفا رو زده، خیلی هم زیبا، یعنی مثل یک توتی حرف زده. ولی تو شانتی جان من اعتقادم به اینه، تو این جواب هم بده، حرف من درست یا نه؟ بیننده از ما میتونم نظر بدن ها؟ آره من فهم اینو بگم که هر کدوم از این روحا، هر روحی که کالبد میگیره برای یه میشنی میاد. من مولانا اومد که دانشش رو بنویسه، شمس اومد که حرکت کنه، یکی میاد برای یک کار و یک مستر دیگه میاد برای یک کار دیگه. ما هممون یک رسالت نداریم. رسالت مولانا این بود واسه من که حقایق، ببین وقتی شما دلت باز میشه، وقتی خدا هستی، همه آسمان، همه هستی، همه عشق، همه چی، این خیلی صحبته، همه تو قلبته. شما فقط کافی که در درون سیر کنی و لازم نیست که خیلی جاها رو بری با پا و ببینی. مولانا میتونست در خونه بشینه، من نمیدونم، و زمان خیلی زمان گذشته سبا، من اصلا نه کتاب رو به این صورت میخونم نه حفظ میکنم، کتاب خودمم، عشق خودمم و حرکت میکنم. کتاب زنده. آره کتاب زنده. و همشون میگن جایی که آب هست تیمم باطله. نمیخوام برگردم به اون زمان و بهتم گفتم اگه جایی هم صحبت از شمس و مولانا هست نمیرم، چون فکر میکنم اگه برم باید داستان خودم رو 8 ماه عاشقی رو با استادم بگم، با شمسم، که چطور منو کیمیا کرد، چطور به من آموخت، درسای عملی داد و با اون ذهن اسکپتیکال، با اون ذهن بسته همه رو باز. نه سوال من میدونی چه شانتی جان؟ آره من حرکت میکنم. نه مولوی تو جامعه نبود، نبود. جامعه. من چرا این حرف میزنم؟ علم همینطوره، آدمایی هستن نمیگن مولوی عشق خدا فلان، ولی هیچ کار نمیکنن. ولی اون بچه که داره از گرسنگی میمیره، این بچه که سرش گوشته زور سنگ داره میخوابه، نمیرن با اون بچه سر بزنن. آفرین. اونا برای که با خودشون مشکل دارن. آره. به خاطر همین میگم برای من تو از مولوی انرژی بالاتری داری. من الان بگو شما. بذار چی بگم؟ اونا با مولانا قابل قیاس نیستن. مولانا حداقل شاگرد تربیت کرد. یه کارو مثبتی کرد، نوش. الان از اسمش داره سوء استفاده میشه. درسته. من خیلی ساله. اینقدر بچه دارم که دیگه نمیدونم. وقتی ازم میپرسن چند تا بچه داری، میگم نمیدونم. همه بچه‌ام، حتی تو. دارم احساس میکنم بچه. چقدر خوب. آره یه حس دیگه ای دارم. بعد بچه زیاده، مادری زیاد میکنیم. آره من حرکت میکنم چون رسالت همینه، من باید راه برم، من باید حرکت کنم، من باید عشقمو قسمت کنم. برای مولانا معلمی بود و نوشتم بود، فرق داره. دوستان از بینندگان گرامی، یکی اومد خدا رو گفت اما
خود ما رو نگفت. یکی اومد دریا رو برد اما دل ما رو نبرد. یکی میاد یکی نمیاد. دستای ماست تو دست باد. آی با خدا، آی بی خدا. آی با کلاس، آی بی کلاس. کلاس حس من کجاست؟ کلاس عاشقی کجاست؟ کلاس عاشقی همینجاست، بیاین تمرین کنیم. آره. این شعری است مال خودم تحت عنوان آی با کلا آی بی کلا، سر ما سر شما سر همه رفته کلا. یه قسمتش رو نمیخونم برای اینکه کلاه غارت دلا، کلاه غارت نگاه. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، ما الان اومدیم، علتی که من این سوالا رو میکنم اینه که اومدیم توی جامعه حضور زنده داشته باشیم. بله. یعنی صدای پای عشق. بله. یعنی عشقی که راه میره، حرف میزنه، صحبت میکنه. میتونیم ما هر دفعه بیان صحبت کنیم. هر دفعه منم اول همین، نه فقط صحبت کنیم شانتی جان. عاشقی لازم نیست منتظر بشیم یکی بیاد عاشق ما بشه. عاشقی رو از هم صبح که پا میشیم تمرین کنیم. از بچه‌مون، از خودمون، از بچه‌مون، از همسایه‌مون، از شاد کردن دل یکی، و اینا پارتی از عاشقیه و پارت از یا قسمتی از وجود خود خداست دیگه. ببین شانتی جان، ما دو تا قسمت کار داریم. یک سری حرفا رو می‌خوایم بزنیم. بعضی حرفا پا داره، بعضی حرفایی که میزنی باید دنبالش برین کار کنی. من فکر کنم تو اهل این عملم هستی، اهل کار کردنم داری. من یه آقایی همین دیروز 18 سالشه از افغانستان با من چت میکرد، نوشتون من میتونم تو رو کاکا صدا کنم، کاکا یعنی بابا. بله. بعد نوشتون من بابا ندارم. میگفت اولین باریه که من دارم از طریق فیسبوک با یه کسی دیگه که تو خارجه صحبت میکنم فارسی زبان. بله. حالا علت این که من این صحبت رو دارم میکنم اینه که این یک وسیله برای ارتباط من و شانتی با شما، درست میگم؟ بله. ما اومدیم با شما ارتباط برقرار کنیم، نه اومدیم فقط صحبت کنیم، حرف بزنیم و بریم. گرچه حرفایی هم که شانتی میزنه خودمون حرف هم مهمه، یعنی سیر آدرس ها رو داره میده که اینجوری است، ولی یه موقعی یه خونه داره آتیش میگیره، ما داریم فقط حرف میزنیم، صحبت میکنیم، آدرس خاموش کردن رو میدیم، ولی ما اومدیم کارم بکنیم. حالا کاری که ما میخوایم دقیقا بکنیم توی جامعه چیه شانتی جان؟ اگر اجازه بدین. بله؟ اول ما دوست داریم که راجب خود عشق، اگر امروز سابجکتمون عشقه، راجب عشق صحبت کنیم. بمونیم باشه. بعد راجب این که آیا ما کیفیت و کوالیتی عاشق شدن رو داریم. چه کسایی میتونن ادعا کنن عاشقن؟ عشق چه نشانه هایی داره؟ خب بگو اینا. یه رابطه رو چطوری میتونیم حفظ کنیم؟ بعد میایم رو راهبردهای عملیش. حالا راهبردهای عملی تو قسمت‌های مختلف داره. چند تا ببخشید. قسمت‌های اجتماعیمون هست. میخوایی سوالی کردن بخونم یا بعدن؟ بعدن. خب بگو شما. بذاریم صحبت هم تموم شد. یکی قسمت اجتماعیه که ما میتونیم بیایم واقعا بگیم نشینیم تا یک کار بزرگی اتفاق بیفته. خودمونو کار بزرگی. روزی که من شروع کردم همه میگفتن که فلورانس نایتینگل شدی؟ مگه یه دست صدا داره؟ حالا با دو تا غذا داری، دو تا بچه رو ساپورت کردی، آخرش چی؟ و امروز همون دو تا شدن خیلی زیاد، 600 تا، و یه جامعه شده خونه من و یه عالم قلب شده قلبای من. پس یه دست، یه نفر خیلی کار بزرگ میتونه بکنه. اینه که من حتی این پیامو میخواستم خیلی کلاسا داشته باشم مخصوص امپاورمنت وومن، برای خانوما که بیان و بدونن تواناییاشون بیشتر از اون چیزیه که به خدا فکر میکنن و میتونن عبور کنن. یکی دیگه از رسالته که میتونه این عشق بهتون بده رو تربیت بچه‌هاتونه، که این بچه‌ها هستن که باید سیراب عشق بشن، باید خالق باشن و باید پر از حرکت باشن که بتونن یه جامعه رو قشنگ بسازن. ببین عشق وقتی میگه خداست، تو خیلی قسمت‌ها اینو میتونیم ما جا بدیمش، از یه رابطه با خود، رابطه با خدا یا طبیعت، رابطه با دیگری، ریلیشنشیپ هامون رو تصحیح کنیم، با فرزندمون و خدماتی که میتونیم انجام بدیم یا همون چریتی ورک. حالا رو برنامه‌های مختلف به نظرم بهتره که اینا رو با هم قاطی نکنیم، چون نمیشه توی برنامه من همه اینا رو جواب بدم، ولی تو برنامه‌های مختلف میتونیم تیکه تیکه بیایم کیا آماده‌ان که واقعا عشق رو از کلام به عمل بیارن. به نظرم این عملی بودن عشق، اینم لازم نیستش که حتما من یه نفر رو در بیرون خوشحال کنم، همون کسی که تو خونه منه اول از همه، چون اون اگر تو خونه تو سیراب عشق نشه یه کارمند بد اخلاقه، کسی که پشت ماشین میشینه بی ادبی میکنه، کسی که فردای مادر ناز کاملی نیست. عشق پایه هر چیزیه، اونو دریغ نکنی.
حتی اگه مهمون واسه من میاد سعی میکنم اون دیگه کامل اتنشن از من بگیره، سیراب بشه از عشق، زاویه های مختلف عاطفیشو پر کنم. بعد میتونیم بیایم رو قسمت های اجتماع هم بریم سبا، چون عشق رو باید از خونه تمرین کرد. بله خب الان این رو بخونیم. بخون. آره. در ضمن این علتی که من داشتم این سوال رو میکردم، من تو ذهنم میبود که تو این برنامه ما رؤوس کلی رو مطرح بکنیم. آره. کجاها داریم میریم که دوستان آره. بدونن، بعد یکی یکی میام پرشون میکنیم. بله. بعد من یه ذره که این برنامه بره جلو یه نتیجه گیری میکنم از صحبتهایی که تا الان کردیم که بدونن ما داریم چه کار میکنیم. در ضمن چون نظر بیننده های ما برای ما خیلی مهمه، ما نظر اینا رو میخونیم و بهش میپردازیم. این فریبای حاجی گفته بله. The teaching, the techniques that you have helped me learn and practice have brought love and peace بله. into my life. بله بله. چقدر خوب بله. که peace و love رو توی زندگیشون آورده. بله. ممنون که این نظرتون رو با ماها در میون و گذاشتید. بله. دیگه از یه جایی به بعد لازم نیست فیزیکی دنبال عشق و معشوق باشی. محسن دقیقا. عزیز گفته بیتا محسن گفت بیتای فیروزان گفته Can you talk a little about what many of us are looking for which is our soulmate. soulmate. صحبت میکنیم. درود بر شما نازنینان. سلام سلام بر شما. این دوست عزیزمون محبوبه نازنین و عزیز نوشته معنای عشق چیست و خالق چی میشه. چون نیا کنید من فکر میکنم این شکلی بود که این سوال توی ذهن محبوبه نازنین اومد، چون ما گفتیم خدا عشق یعنی خدا و خدا یعنی عشق و ایشون میگن خالق چی میشه. خب بعد شما میتونید صحبت نظرتون رو بگید. موفق باشید. من که چیزی متوجه نمیشم، صحبت های شما پراکنده است. آره، خیلی از شما معذرت میخواییم. درسته پراکنده شدیم ولی مرکزش یک چیزه. ما داریم درست میگم من؟ آره پراکندهش کردیم. ما میخواستیم از رابطه برنامه نمی که از عشق شروع کنیم و رابطه زن و مرد و عاشقی و همینو هر دفعه بریم جلو، ولی چون برنامه اوله سبا چند تا مورد دیگر هم آوردن که تو این برنامه شما نظر بدین و اینا رو بیایم رده بندی کنیم، هر هفته روی یه سابجکتی بریم جلو و صحبت کنیم. ولی دقیقاً درست میگین. اینم عذرخواهم که کمی حرفا شلوغ میشه چون وسط صحبتای منم جناب سبا سوال میپرسن و باید جوابگو باشم. در مورد خالق و خدا و این ببین میگم دیدگاه ها رو اگه اجازه بده سبا جان دوست داشتم بیان کنم. دیدگاه ما دو جوره، یکی وحدت یکی کسرت. در دیدگاه وحدت ما همه چی رو یه چیز میبینیم. من اصلا اون یکی رو تمرین نکردم و دوست نداشتم و وارد نشدم. خدایی که با من کار کرد و تو این 20 سال و تربیتم کرد، حتی اون روزای سخت اونو از دریچه عشق دیدم. ببین وقتی میگیم خدا عشقه، حالا میگه این چرا کوره، اون چرا زمین اینه، این چرا اینه، اینها یه مبحثی براتون همه رو میتونم توضیح بدم، ولی خیلی فرق داره. قیاس به مثل نمیشه کرد. مادر میتونه یا پدر میتونه رو عصبانیت یکی رو تنبیه کنه، اما خداوند این کارو نمیکنه. برای همین میگیم فقط عشق مطلق و زیبایی، چون اگر اون سختی هم برای من اومد امروز شد که من بتونم یه فرد دیگه باشم که با شما صحبت کنم. عشق همون خالقه و خالق همون خداست، چرا که هر جا عشق هارمونی، هماهنگی، نظم، قاعده است و اون چیزی که ما میبینیم هستی باهش آفریده شده. و ما هم همینجور، ما هم در سر میکلاف به دنیا اومدیم، بعد مادر با عشقش ما رو بزرگ کرده و همه جا این ذرات رو میبینیم، این اثرهای و ردپاهای عشق رو میبینیم. بعد میتونیم بیایم توی رابطه های زن و مرد که گفتم این توی این رابطه های عاشقی من اگر کلاسام بیاین براتون صحبت میکنم که اگر دوست داشته باشین میتونین اعلام کنین تو همین برنامه. اونه که دوستان تو این سمینار رو شرکت کنن، سمینار ریلیشنشیپ دارم، سمینار هفت چاکرا و هفت نوع رابطه و اینکه چرا افرادی وارد زندگیتون میشن و این رابطه ها پایدار نیست، میان و میرن. شما یه سال با یه آقای دوستید، ابراز عشق شدید، رابطه به هم میخوره. راجع به اینها اونجا صحبت میکنم امشب، برای اینکه خسته نشین و برنامه طولانی نشه سرفصلا رو فقط میتونم من بگم. در مورد اینکه آیا شما برای هر چیزی گفتم یه آداب و اصولی ما داریم،
راننده میخوای بشی باید رانندگی یاد بگیری، ولی ما میایم عاشقی رو راحت اعلام میکنیم، من عاشقم. حتی یه احساس محبت و احساس ساده رو با عشق اشتباه میگیم و بعد گریه میکنیم، اذیت میکنیم خودمونو. برای عاشقی هم ما باید بدونیم که چقدر رو خودمون کار کردیم، و هر چقدر رو خودت کار کنی، هر چقدر روی سلف لاو و مراحل خودت، عشقای متفاوتی میاد. این هم یه مبحثه که اگه سوال کنین الان در غیر ساعت رو هفته‌های دیگه دونه دونه تو 20 دقیقه ما میریم صحبت میکنیم. بیتای عزیز سوال کرد در مورد سولمیت و توین فلیم داریم. اینو تو مبحثی بود که من خودمم خیلی 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 برام جذاب بود. اگر یادت باشه بیتای عزیزم، تو کلاسم برات گفتم زمانی که روی سولمون کار کنیم، زمانی که واقعا شروع کنیم سول پت رو، این کلینیکی هم که من دارم و بازگرم سول پت تراپیه دیگه، روی سولتون باید کار کنید. یعنی چی؟ یعنی که چه نیازایی داری، کجا نقاط ضعف داری، کجا باید بیشتر پیشرفت کنی، چه جاهایی رو واقعا رو خودت کار نکردی. خیلی خیلی زیاده. آیا رو نیاز داری میری تو رابطه؟ احساس تنهایی داری؟ احساس پوچی میکنی؟ حوصله سر رفته؟ بردی؟ دوست داری یکی بهت عشق بده فقط؟ وقتی که شروع میکنی به کار، اون میت میاد کنار تو قرار میگیره. ولی سول میت های ما ماندگار نیستن. سول میت کسی که میاد به ما درس بده و ما رو در اون مقطع، در اون ضعفمون کامل میکنه، میره. وقتی ما اینو اجازه بدیم تو بحث چاکراها بگم، وقتی که این رابطه ها میاد بالا، اون کامپلیشمنت سول میت میاد که بهش میگن توین فلیم، که من اونو برای همه میخوام. فردی که در تمامی لول با شماها در ارتباطه، هم فیزیکالی، هم ایموشنالی، هم اسپریچوالی، میتونه شما رو ساتیسفای کنه و هپی کنه. نه. که اون میشه عشق کامل. اینا تو فضای مجازی و زمینی اتفاق میفته. اون عشقی که آقای سبا منو چالش بردن توی فضای کاملا دیوینه و یک نوع رابطه دیگه است که تمام اینا رو توش میبینی، ولی مسائل جنسی نداره، مسائل غریزی نداره، خیلی کامله و اتفاقات بیشتر در قلبت و در آسمانهای مختلف و در سطوح آگاهیت میفته. نوع آگاهی که در اون دیوان لاف پیدا میکنی با نوع این آگاهی یه مقداری متفاوته. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، یه سوال از شما داشتم محسن. اگر شما بخواید، چون من فکر میکنم این برنامه هم که خودتون هم اشاره کردید در رابطه با معرفی کلی شماست به بیننده های عزیز. بله تو شما خب دوستش خیلی هم خوب بود دیگه، میگید در مورد این مسئله هم توضیح دادید، عالیه. شما اگر بخواید یه تنکیو داریم از خانم بیتا. مرسی عزیزم. بله شما اگر بخواید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تمام اون کارهایی که میتونید انجام بدید به بیننده های عزیزمون معرفی کنید چی هست؟ 1 شما چه کارهایی انجام میدید؟ ببین در ارتباط با همین عشق و رابطه، من اولین چیزی که به همه احساس بله توصیه میکنم خودشناسی، که اینا من به عنوان سلف ریالیزیشن و توانایی های فردیتون به عنوان واقعی که اصلا چرا اومدین روی زمین، میشنتون چیه، چه کسی برای شما بهترین پارتنر میتونه بشه، از طریق لایف آنالیسیس یا نیم آنالیسیس که اسمتون رو به من میده و تاریخ تولدتون رو، اسپریچوال کانسلینگ بهش میگن. شما میایین 1 ساعت، 2 ساعت مثل مینی کورس هست، میریم داخل این چارت و خیلی زیباست و این از این دایره خطا و اشتباه میایین بیرون. اینکه انسان ها میگن وای پارسال سال خیلی بدی بود، اگه دقت کنین آقا سبا یکی میاد میگه پارسال خیلی سال بدی بود، برای یکی دیگه اتفاقا سال خیلی خیلی خوبیه. اینو بیاین یاد بگیرین، دانایی داراییه. ما اگه سایکل های نهگانه رو یاد بگیریم، میدونیم رایت تایم رایت اکشن انجام بدیم، بهترین تصمیمات رو با قانون هستی با یونیورسال لا برین جلو و کمتر صدمه بخورید. پس یکی از کارهایی که میتونم برای اینها بکنم لایف آنالیسیس هست. بیاین و چارت زندگیتون رو و خودشناسیتون رو شروع کنید و وقتی بدونی نقاط ضعف چیه بهت کمک میکنم رو اونها پاور پیدا کنی. روی پارتنرشیپ داریم، روی ریلیشنشیپ ها دو نفر با هم میان و اینها رو من هدفم فقط چیه، نزدیک کردن. بک‌گراند خودم سایکولوژی، اینو بهتره که بگم، جامعه شناسی، روانشناسی، ولی از همون اول من روش پرکتیس نکردم، درس میخوندم، شاگرد اول بودم، پدرم هم پزشکن، خیلی هم حرمت دارن، خیلی هم دوست دارن و خیلی هم استفاده میبرم از تمام اینا. اما درونن میدونستم ما آدم ها مثل تخم مرغ نیستیم که همه رو یه شکل تریت کنیم. هر کسی یک سولی داره، یک کارمایی داره، یه دستنی داره. اون کانسلینگ های من و هیلینگ های من کاستوم میده، برای هر کسی متفاوته.
ممکنه هر دو زانو درد باشن، ممکنه هر دو توی ریلیشنشیپ مونده باشن، ولی وقتی میان کاملا دو تا تریتمنت متفاوت میگیرن بر اساس نیازهای سولشون، بر اساس کارماشون. بعد از این مقطع که تموم میشه بایو فیدبک رو شروع میکنم که انرژی های درونشون رو میبینم، بلاک هایی که داشتن در مراکز انرژی که بتونم بهشون کمک بدم، که در بعضیا خوب فکر میکنن ولی نمیتونن اکشن داشته باشن، بعضیا مرتب یه خطا رو ریپیت میکنن، مرتب تو ریلیشنشیپ های اشتباه میرن، اینا کمک میکنه، این دوتا لایف آنالیسیس و بایو فیدبک. که از روی بایو فیدبک وقتی چاکراها نشون داده میشه کمکاری و پرکاری دارن، میایم روی کرومو لایف لایت تراپی که خیلی ادوانس هست، هر رنگ با یک چاکرا ریلیت میکنه بدون ضرر و بدون خطر، هم برای بیماری هم برای ایمپروومنت چاکراها استفاده میشه. و بعد از اون کریستال بیت هست که توصیه میکنم برای همتون واقعا بیاین از این استفاده کنین. 20 سال تجربه بوده، زندگی بوده و 10 سال سفر، نان استاپ سفر و آموختن که چطور من میتونم دردها رو کم کنم. به شما گفتم آقا سبا کودکی خیلی درس میخوندم و پدرم از این مسئله که من به چشمام آسیب میزنم در رنج بود و میگفت دخترم دوست دارم ازدواج خوبی بکنی، نمیخوام پزشک بشی تو. گفتم پس دعا کن مثل مسیح بشم، رنج رو بردارم، خنده بیارم. فکر میکنم هم الان تو این کار خیلی موفق، یا میخندونم زیاد آدم ها رو، یا میرخصن با من، یا میام برای آرامش و شفا. کار دیگه بلد نیست. خیلی کاری. آخر این کار رسیدم به برزیل و رسیدم به کریستال بد. این کریستال ها خیلی خاصن، انرژی های بسیار زیبایی دارن و اللحاظ علمی فرکانس های خاصی دارن، بلینک روشن خاموش های خاصی دارن، ریتم خاصی دارن و میتونن اونجا میخوابین، موسیقی آرامی پخش میشه، در آن واحد 5 تا هیلینگ ساوند، کالر، لایت، کریستال و انرژی هیلینگ رو اونجا میگیرین که اصلا شیفت میشه انرژیتون. ماها we are not a body, we are soul. ما هممون soul هستیم. صورتمون رو میشوریم، ناخونمون رو میگیریم، لبامون و صورتمون رو زیبا میکنیم، اما از شستشوی soulمون غافلیم، رنجمون تو نگه میداریم، یه envy، یه کینه، یه غم و سالها نگه میداریم. و این باعث میشه تو زندگیمون همیشه آدمای ضعیف، آدمای ناصحیح رو اترک میکنیم، شغلای خوبو نمیتونیم بگیم، پستای خوبو از دست میدیم، یه فیلیر میشه. توی لایت تراپی شما میرین توی دالونی از نور که از جنس سول شماست، شما نوری، شما لایتین، ارگان خون قرمزه، استخوان سفیده یا زرد رنگه، ما هممون نوریم و از نور اومدیم، به نورم برمیگردیم. بیاین تو این زمان این بیتوین که از نور تا نوره مسیرمون هم نورانی کنیم. تو این نور میرین تو این بات، کالور بات، و اصلا شیفت میشه انرژیتون، میایین بالا. میگن اینجور که اساتید مقدر تا خیلی از مسائل کارمیکمون هم تغییر میکنه. و تجربه خیلی خیلی خوبی دارن. لازم نیست که برین برزیل. لازم نیست مثل من این همه بار رو بکشین، 30 کیلو بار رو بیارین. اینجا هست برای شما، میتونین بهش استفاده کنین. جواب سوال بود؟ عالی بود. نه چرا؟ الان دقیقا داری به خود آدم رو صحبت میکنی، نیومدی مصاحبه کنی، نیومدی مصاحبه بشی، درسته؟ این کار خیلی قشنگیه، ارتباط.